دو تا واژه خیلی برجسته است: معنا و دیالوگ. اولی که در مورد معنا، تفاوت دیدگاه شما در این مورد و آقای ملکیان که یک زندگی معنوی رو خیلی روش تاکید داره چیه؟ دوم که در مورد دیالوگ در این فضایی که الان هستیم همش مونولوگه، یک سره داریم بمباران مونولوگی میشیم از هر طرف، تا رسانه ها و چقدر کافل اینا اجازه دیالوگ نمیدن. جناب علی سعی کردن دیالوگ بکنین دیگه، این در رو باز کنین، ولی اجازه نمیدن. چیکار باید بکنین؟ خب سال اولتون تفاوت دیدگاه شما با آقای دکتر ببینید، آقای ملکیان به سنت فلسفه تحلیلی تعلق دارد. سنت فلسفه تحلیلی سنتی است که ریشه در آمپیریسم لاک، هیوم و در تفسیر نئوکانتی ها از کانت داره و این سنت در واقع معتقده که باید طریق تحلیل مفاهیم و گزاره ها مسائل فلسفی رو پیش ببریم و باید مفاهیم دیستینکتیو، روشن و متمایز باشه. به این اعتبار سنت فلسفه تحلیلی به طور کلی و آقای ملکیان و همچنین آقای دکتر سروش به معنای خاص در معنای جزئی ترش در واقع سنت فلسفه دکارتی کانتی تعلق دارند. میدونید که فلسفه های کلاسیک فلسفه های وجود بنیاد بود، یعنی سوال این بود که وجود و حقیقت چیه. فلسفه های دوره جدید دکارت به معنای آگاهی بنیاده، یعنی همه چیز در حوزه آگاهی است. فلسفه های تحلیلی که آقای دکتر آقای ملکیان در واقع بهش تعلق خاطر دارن، این به تبعی که تحت تاثیر سنت تبعیت میکنه سنت فلسفه تحلیلی، در سنت فلسفه های مدرن قرار دارن، یعنی آگاهی بنیاده. به این معنا که اولین و یقینی ترین امری که آگاهی بهش دست پیدا میکنه آگاهی، تجربه کوژیتو من فکر میکنم اساساً، یعنی آگاهی به وجود خودش یقین داره و چیزی که بیرون از حوزه آگاهی است محل شک و تردیده و این همون موزل اثبات وجود جهان خارج بود که دکارت حتی نتونست وجود جهان خارج رو اثبات کنه و کانت هم همینجور. کانت هم میگفت که جای بسی ننگ و تأسف است که خردمندترین انسان ها، یعنی فلاسفه، جای بسی ننگ و تأسف است که خردمندترین انسان ها هنوز نتوانستند به اثبات وجود جهان خارج بپردازن و ما اون رو صرفا به منزله یک باور، یک اعتقاد میپذیریم اما نمیتونیم اثباتش کنیم. نشون میده که در واقع این سنت در دل تفکر سوبژکتیویستی است. مورد در تفکر سوبژکتیویستی تفکری است که انسان اینکپسولیت میشه، انسان تبدیل به کلوز اگو میشه در حوزه آگاهی و آگاهی صرفا به آگاهی دسترسی داره و هیچ روزنه‌ای به بیرون از آگاهی وجود نداره. در یک چنین تفکری امر معنوی توهمه. امر معنوی میشه ساخته ذهن تو. در تلقی من به تبع تاثیرپذیری از سنت معنوی شرقی و روح تفکر شرقی، اساسا تفکر شرقی تفکر سوبژکتیویستی نیست. به این معنا که انسان گشوده به ساحت قدسه، انسان میتونه به ساحت قدس دست پیدا کنه. اما در تفکر کانتی برای نمونه نومن یه امر آنان و ناوله، نه فقط ناشناخته بلکه ناشناخته نیست. انسان به هیچ وجه به حوزه نومن دسترسی نداره و انسان به اعتقاد من همان موجودی است که میتونه به حوزه نومن دسترسی پیدا کنه و نومن همان امر قدسی است. در تلقی من نومن همان وجود است و اگر من نتوانم در واقع با نومن نسبت برقرار کنم، اگر من نتوانم نومن رو در آغوش بگیرم و سر بر دامانش بگذارم، امر معنوی ظهور پیدا نمی کنه. به همین دلیل معنویت و عقلانیت به لحاظ متافیزیکی، به اعتقاد من، اینکه ما معنویت رو با عقل مدرن میخوایم پیوند بزنیم، در واقع یک امر متناقضه، نکته دیگر این که فلسفه‌های تحلیلی به تبع دکارت و کانت در واقع غیر تاریخی فکر میکنن. وقتی دکارت میگه روش، اسم کتابش روش درست به کار بردن عقل، عقل فقط براش یک معنا داره. وقتی کانت میگه نقد عقل محض، براش عقل یک معنا داره. یه عقل داریم یونیورسال جهانی و همه بشریت به اون فکر میکنه. اما دیلتایی که میخواست کانت رو نقد بزنه و توفیق نیافت کتابش رو بنویسه، عنوانی داره تحت عنوان نقد عقل تاریخی.
ما عقل نداریم، ما عقلها داریم، ما یه عقل نداریم. اگر عقل در معنایی باشه که سنت متافیزیک یونانی مطرح میکنه، یعنی عقل آن چیزی باشه که ارسطو میفهمه، دکارت میفهمه، کانت میفهمه، مسیح هیچ عقلی نداشت و مسیح دیوانه بود. اما عقل مسیح، آنچه که مسیح به منظره عقل درک میکنه، آنچه که محمد مصطفی به منظره عقل درک میکنه، آنچه که ابراهیم به منظره عقل درک میکنه، آنچه که بودا به منظره عقل درک میکنه، به هیچ وجه با عقل لوژیسیستی و راسینالیسم خشک و بیروح ارسطویی، متافیزیکی، کانتی، دکارتی اصلا نسبت نداره، اصلا نسبت نداره. لذا عقل مدرن به ذات توتالیتره، یعنی خودش رو مطلق میکنه و هر گونه عقلانیت دیگر رو در واقع به منزله ناعقل، به منزله نوعی تبهم، به منزله نوعی احساسات تلقی میکنه. امروز برای همه ما عقل یعنی عقل متافیزیک یونانی، و همه حرف من اینه، همه حرف من اینه که در واقع چنین نیست. در طول تاریخ عقل یک امر تاریخی بوده، علم یک امر تاریخی بوده، و به دلیل اینکه هیستوریسیتی و تاریخیت وصف بنیادین بشره، لذا همه مقولاتی که با بشر ارتباط داره، یعنی همه فهمهای بشر، همه تفسیرهای بشر، همه کنشهای بشر و مقولاتی مثل علم، حقیقت، یقین، معرفت، خدا، زن، کودک، حق، تکلیف، عدالت، اینا مفاهیم تاریخی هم. و چون تاریخی هم صور گوناگون تاریخی دارن و این خطای هرمونتیکی است، این خطای هرمونتیکی است که شما عقلی که در سنن معنوی وجود داره بخواید با معیارهای عقل سوبژکتیو متافیزیکی بسنجید، یعنی اگه بخواید مسیح رو با معیارهای ارسطو بسنجید، مسیح رو نفهمیدید، مسیح رو نفهمیدید. بارها گفتم، تو این کتابم گفتم، اگر شما با عقل مدرن سراغ کتب مقدس برید، کتب مقدس مجموعه مزخرفات است، مجموعه مزخرفات است. لازم نیست کات و پیست بکنید، تئوری ادهاک به کار ببرید، یه جای کلش اصلا بازیه، کلش. و این باز اگر از ویتگنشتاین کمک بگیرم، از تئوری گیم تئوری ویتگنشتاین، ما در طول تاریخ نظام‌های اپیستمیک گوناگون داشتیم، درست مثل بازی‌های گوناگون. این رو از من زیاد شنیدی شما، این درست است که شما بازی شطرنج می‌کنید، در شطرنج میگید کیش، ما اینا معنا داره. حالا بازی فوتبال می‌کنید، فرض کنید یکی تو بازی فوتبال یهو بگه کیش، معنی نداره. یکی تو بازی شطرنج یهو بگه آفساید، معنی نداره. اینها دو نظام اپیستمیک گوناگونه که هر کدومشون به اصطلاح احکام و مفاهیم خاص خودش داره. یه جا میگه ابجکتیویتی، یه جا میگه تجربه پذیری، ابطال پذیری، تایید پذیری، اینتر سابجکتیویتی. اینا یه بازیه. یه جا میگه قرب الله، خلوص، توکل الله، لطف الهی. اصلا یک عالم دیگه است. کسی میتونه اینها رو به همون چند زبانه که گفتم، یعنی آدم بازی‌های گوناگون رو بلد باشه. این بازی با این بازی متفاوته. کاری که روشنفکران به اصطلاح دینی ما میخوان بکنن و کاری که آقای ملکیان میکنه، صورت عقل مدرن رو به تفکر معنوی شرقی تحمیل میکنن. نه عقل مدرن، نه به اصطلاح تفکر معنوی. درست مثل خود جمهوری اسلامی که جمهوریت رو به اسلامیت نقد میزنه، درست مثل پیوندی که جمهوری اسلامی بین جمهوریت و اسلامی نقد میزنه، در واقع روشنفکری دینی و عقلانیت معنوی آقای ملکیان به نظر من کانسپچوالی و مفهوما کودک گورزادن، کودک گورزادن. چرا؟ چون اصلا بحث فلسفی نیست. چرا چنینه؟ چون اصلا بحث فلسفی نیست، بحث سیاسی اجتماعی است دیگه، بحث سیاسی اجتماعی. ما هم عقلانیت رو میخواییم، هم از معنویت میخواییم، هم آقای دکتر هم همینجوره. آقای دکتر سوشم نظر من همین، صراحتا نظر من همین. آقای مشتری شبستانی هم حالا با یه مقدار تفاوت داره. آقای مشتری شبستانی هم، آقای مشتری شبستانی بحث رو در سطح هرمنوتیک باقی میگذاره، بحث رو در سطح هرمونوتیک باقی میگذاره. اما به اعتقاد ما این هرمونوتیک، هرمونوتیک شلایرماخری یا نهایتاً دیلتاییه، با هرمونوتیک فلسفی آشنا نیست. آیه با هرمونوتیک فلسفی آشنا نیست به اعتقاد من، یعنی آقای شبستری، آقای شبستری. و بحث در واقع اونتولوژیک نمیشه، بحث اونتولوژیک نمیشه، بحث اونتولوژیک نمیشه. ببینید آقای شبستری هم مثل آقای دکتر سروش از هرمونوتیک متن مقدس صحبت میکنن، اما کی گفته که این متن مقدس؟ چرا این متن مقدس؟ نهایتا این متن یک متن کانن، به اصطلاح یک متن تاریخی میشه، یعنی قرآن میشه حرفای محمد،
قرآن میشه حرفای محمد و حاصل شرایط تاریخیشه، یعنی کاملا سکولار میشه، هیچ وجه قدسی و معنوی برای متن باقی. سروش بازار دوباره مثل دکتر سروش، آقای شبستری هم علارغم همه عشق و احترامی که به این مرد دارم، یعنی به همشون، من به آقای ملکیان و آقای دکتر سروش مراتب ارادت و عشق خودم رو به لحاظ اخلاقی شخصیتی، سرمایه های بزرگ فکری جامعه ما هستن. اما نگاه کنید، فلسفه محدود به اینجا اکنون نمیشه، فلسفه در پروسه تاریخی خودش رو آشکار میکنه. این پروسه الان ممکنه فالوور داشته باشه، تو تلگرام مثلا 50,000 تا فالوور داشته باشه، اما به لحاظ فلسفی تفکر